الو نازلی؟ کمرو تو کجایی؟ ببینم اوزان باهاته؟ اوزان نه. خب دیروز با هم رفتین، بعدش هم تو هم صبح زود اومدی. کمرو شما دیشب با هم بودین؟ شما با هم رابطه داری؟ نه نازلی اینطور نیست. تو داری چی میگی؟ چه با هم بودنی؟ مگه همچین چیزی هم ممکنه؟ یعنی مطمئن باشم شما بینتون چیزی نیست؟ گفتم که نیست. البته که نیست. میدونستم کسی رو که خواهر خوندم با هم همچین کاری نمی کنه. منظورت چی؟ کمرو تو خوب میدونی که من عاشق اوزانم. قبل از اینکه با اون آشناشی من دوستش داشتم. یعنی تو هیچ موقع احساسات منو نادیده نمیگیری؟ چیزه نازلی، من الان باید قطع کنم، بعدن میبینمت. واقعا کمرو دختر خیلی ساده ایه. اون نمیتونه دروغ بگه. اونا با هم رابطه ای ندارن. اما فقط برای فعلا اینجوریه. برای همین به نفعمونه که توافق کنیم. اوزان مال تو؟ کمرو مال من. بذاری یه نگاهی بندازم. دیمت، میتونی یکم یخ برام بیاری؟ خواهش میکنم. خیلی خوب، گوشم با توی. این زن کیه؟ اینجا چی کار میکنه؟ اینطور که به نظر میرسه تو دوست دختر تیومانی. تیومان نگفته بودی که اینقدر حسوده. تو داری چی میگی؟ درباره من به این چی گفتی تیومان؟ آیدا یکم آرام باش. باشه؟ چیزی نیست. آره الیف، آیدا دختریه که عاشقشم. خیلی خوشگله. جالبه که به من حسودی میکنه. من حسادت نمیکنم، فقط میخوام بدونم که چی شده. آشپزخونه چرا انقدر به هم ریخته است؟ نون یه طرف افتاده، کنسرو ماهی هم که باز کردین یه طرف افتاده. این یکی رم نمیشناسم اومده لباسامو تنش کرده. یه نفر نیست بگه اینجا چه خبره؟ هوی با تو هم. من همه چی رو توضیح میدم. واسه اینکه من الیفو آوردم اینجا. چی؟ یعنی تو این کارو کردی تیومان؟ تو واقعا میدونستی که این زن اینجاست؟ ما فکر کردیم دوست اومده. چرا به ما چیزی نگفتی؟ چرا مخفیش کردی؟ دیشب باها تماس گرفتم آیدا. اول صبح هم نتونستم بهت بگم. صبر کن ببینم. تو دیروز این زن رو آوردی اینجا؟ یعنی وقتی که من با خانوادت منتظر بودم بیای، تو این زن رو آورده بودی اینجا؟ برای همین منو اونجا تنها گذاشتی؟ اصلا باورم نمیشه. تو گفتی کار دارم، گفتی حتما باید برم شرکت. آیدا همه چی رو توضیح میدم. بی خودی خودتو خسته نکن آیدا. کمرو چرا جواب منو ندادی؟ جناب سرفان میشه یه لحظه بیای؟ اوزان صدا تو بیار پایی. فکر کردی داری چی کار میکنی؟ چرا اونو کتکش زدی؟ بابا اون کیف کمرو رو دوزیده بود. چی کار میکردم؟ زنگ میزدی.
توپانیس بیاد پسرا. دعوا کردن خوب نیست. بابا تو طرفداری اون دوزو میکنی یا طرفداری پسر تو؟ من طرفدار کسی نیستم. چیزی که لازم بود و گفتم. تو اون آدم رو فرستادیش بیمارستان. تو که اینجوری نبودی؟ آره میدونم تو به خاطر کامرو این کارو کردی. بابا این موضوع هیچ ربطی به کامرو نداره باشه. خیلی هم ربط داره. من تو دوربین دیدم. اون یارو کیف کامرو رو دزدید و بعدش هم از اونجا فرار کرد. ولی تو تا گیرش نیاوردی بیخیال نشدی. گوش کن پسرم. همونطوری که گفتم تو هر آسیبی که دیدی من توانشو میدم. اصلا به حرف من شک نکن پسرم. کافیه بگی من شکایتمو پس میگیرم. بعدش این مشکل رو حل میکنیم. بلا به زور باشه. آیدا تا به حرفم گوش نکنی جایی نمیتونی بری. به چی گوش بدم تیومان؟ چرا منو تو اون وضعیت ولم کردی و رفتی؟ دیگه چی میخوای بگی؟ من تمام شب بهت زنگ زدم، پیام دادم ولی جواب ندادی. من چجوری موضوع رو بهت میگفتم آیدا؟ از اولش باید بهم میگفتی. اگه نمیخواستی چیز رو مخفی کنی همه چی رو برام تعریف میکردی. تو به من گفتی کار داری، کار. آیدا یه کار فوری پیش اومد، میخواستم بهت بگم. شب شد و فرداشم فرصت نشد بهت بگم. همین. باور نمی کنم. تیمان اصلا بگذاریم، اینجا خونه ی دیمته. چطور تونستی یه زنو بدون اجازه بیاری اینجا؟ خیلی خوب، حق با توه. اجازه نگرفتم. اما الان به هم اجازه بده همه چیو برا توضیح بدم. خواهش میکنم خودتو لوس نکن. یکی ببینه فکر میکنه انگار دست در رفته دختر جون. میشه بگی چرا انقدر رفتارت با من بده؟ تو که منو درست نمیشناسی. اتفاقا خوب میشناسمت. خودتو لوس نکن. پاشودی اومدی خونه من بدون اجازه، لباسمو تنج کردی و الانم جلوم نشستی. چی کار کنم رو سرم بذارمت؟ البته حق با توه. وقتی ما رو تو اون وضعیت دیدین فکر کردین بینمون یه چیزی هست. تو داری چی میگی؟ تیمان این چی میگه؟ بین شما چیزی هست؟ آیدا من همچین چیزی نگفتم. نمیتونی هم بگی. این که تیمان تی... تمومش کنین. خواهش میکنم چرت و پرت گفتن رو بذارین کنار. من همه چی رو توضیح میدم. اما خواهشن آروم باشین. خیلی خوب؟ آیدا خواهش میکنم میشه بشینی؟ گوش کنین. الیف دوست قدیمی منه. دیروز وقتی میخواستیم بریم غذا بخوریم الیف با هم تماس گرفت. یعنی اگه نمیرفتم بهش کمک کنم معلوم نبود چه اتفاقی براش میفته. حتی نمیخوام بهش فکر کنم. دیمت نتونستم ازت اجازه بگیرم، معذرت میخوام. اما جون یه آدم بیگناه در خطر بود. مجبور شدم این کارو بکنم. میشه بگی چه جور خطری؟ اون مشکلش چی بود؟ از دسته یه طلبکار فرار کردم. اون میخواست منو با خودش ببره که تیومان از را رسید. کمرو لازم نیست اینجا بمونی. برو خونه مراقب مامان باش. نمیدونم یادته یا نه اما کار تو اینه که مراقب مامانم باشی. حق با شماست. حرفامو فراموش نکن. از این به بعد دیگه حتی به اوزان سلامم نمیدی. اگه ببینم یه موقع به خاطر تو بلایی سر اوزان بیاد اون وقت باید از من بترسی. فهمیدی؟ قنچه را بیفت. کمرو تو ناراحت نباش باشه؟ تو که با داداشم رابطه خوبی داری، من میدونم و میبینم.
مامانم فقط یکم میترسه تو آینده مشکلی پیش نیاد. همین. چه ترسی قنچه؟ کمرو، ما اتفاقای بدی رو گذروندیم. اما الان خوب نیست دربارش حرف بزنم، ولی اینو بدون که مامانم دشمنت نیست، اون فقط میترسه، مخصوصا به خاطر تو. قنچه چرا نمیای؟ فهمیدی؟ بعدش هم با الیف اومدیم اینجا. یعنی نتونستم جای دیگه ای رو براش پیدا کنم، باور کنین. همش همین بود. حالا که فرار کردی و تونستی تیومانو پیدا کنی، چرا به پلیس نگفتی؟ قبلنم تیومان اینو ازم پرسید. اول گفت نمیتونم بیام. منم نمیتونستم به پلیس بگم، اگه میفهمیدن منو میکشتن. صبر کن ببینم. نکنه اون یارو هنوزم دنبالته ها؟ تو اینو آوردی اینجا؟ آوردی که اینجا رو پیدا کنن تیومان؟ دیمت آروم باش. فکر کردی من کاری میکنم که زندگیت بیفته توی خطر؟ آره؟ من به پلیس خبر دادم. پایین منتظرمونن. تو راحت باش. خب اون آدم ها و حتی پلیس. تیومان تو چرا خودتو قاطی این ماجرا کردی؟ اگه اتفاقی برات میافتاد من چی کار میکردم؟ عزیزم چیزی نیست. ببین من اینجا. همه چی مرتبه. خب برای چی تیومان؟ به دوستی که سالها ندیدیش و بهش زنگ نزدی زنگ زدی. چطور به ذهنت اومد؟ اونجایی که زندونی بودم چشمم به یه روزنامه باطله افتاد. درباره موفقیت‌های تیومان نوشته بود. بعد شمارش رو دیدم. اون موقع نمیدونم به چی فکر کردم. یهو بهش زنگ زدم. از کجا معلوم داره راست میگه ها؟ اگه دروغ بگه چی؟ یعنی این زن نمیتونه تو رو گول بزنه تیومان؟ چه دروغی؟ من نزدیک بود بمیرم. یه نگاه به من بنداز. ببین اینه هاش دستامو. ببین چند روز توی خونه یه تنگ و تاری داشتم، از ترس میمردم بدون هیچ آب و غذایی. برای همین مجبور شدم لباستو بپوشم. باشه من آدم خوبی نیستم، اما تیومان مقصر نیست. اون جون منو نجات داد. من باورم نمیشه. همش دروغه. یه کاسه زیر نیم کاسه است. دیمت ما هیچ کدوممون بهت دروغ نمیگیم. چیزایی که گفت واقعیت داره. با چشای خودم دیدم. در ضمن الیف غریبه نیست، آشناست. چی؟ گفتی آشناست؟ اون خواهر آبجی صفی است. اوزانو هنوز از بازداشتگاه نیاوردن. راستی تو با اون یارو حرف زدی؟ آره حرف زدم. اون شکایتشو پس میگیره به شرط اینکه اوزان اشتباهی نکنه. زده دماغ یارو رو شکنده. اوزانو میگی؟ آره اون بچه رو کتک زده، بازم میخواد بزنتش تا دوباره ازش شکایت کنه. پسر من که هیچ وقت دعوا نمی کرد. آخه اوزان تو این مدت کوتاه چرا اینقدر عوض شده ها؟ اون قبل اومدن کامرو بود. دختره یه جادوگره. عقل این پسر رو از سرش پرونده. این عادیه. خب داداشم عاشقشه. چی داری میگی؟ چه عشقی پناه بر خدا. ببین مامان جون، کامرو و داداشم همدیگر رو خیلی دوست دارن. چرا میخواین جلوشون رو بگیری؟ کافیه دیگه. من و بابات با کامرو حرف زدیم. اون دیگه با اوزان هیچ کاری نداره. نه دیگه. پس داداشم باید چی کار کنه؟ با یه نفر دیگه آشنا میشه. دقیقاً یکی مثل خودش. بهتره خیلی در مورد این موضوع فکر نکنی. نه دیگه مامان داداشم. اونچه کافیه. ببین ما تو کلانتری مارون باش. فهمیدی؟ بذار ببینم. کی میام بیرون؟ باشه.
خاله ملاحت خوابه؟ یکم بعد بیدارش میکنم. همش تو فکر اوزانه، میخواد بدونه کی آزادش میکنن. حرفامو فراموش نکن، بعد این دیگه حتی به اوزان سلامم نمیدی. اگه ببینم یه موقع به خاطر تو بلای سر اوزان بیاد، اون وقت باید از من بترسی. کمرو چرا گریه میکنی؟ نه آبجی، به خاطر پیازه. بازم دعوت کردن؟ عزیزم مگه من بهت نگفته بودم؟ بهت گفتم از اوزان فاصله بگیر. من میتونم، خودم دارم همه چیو میبینم. اینجور کارا آخر و عاقبت خوبی نداره. تو هم مثل آبجی. یه لحظه آبجی. نازلی، تو میونت با نازلی چطوره؟ تو رو تو خونه اذیت میکنن؟ نه آبجی جون، من عادت کردم. بدون این که بهش چیزی بگی داری تحملش میکنی. ولی اونو ببین کمرو، بذار یه چیزی بهت بگم. راستش اگه تو یه وقت با خواهر تنی دعوا کنی، هیچ وقت محبتش به تو کم نمیشه کمرو. اما خواهر تو ناتنیه. الو نازلی. باشه نازلی، اومدنی میگیرم. باشه نازلی، وقتی اومدم توالت رو تمیز میکنم، آب میچکه. مثل خدمتکارو ازش کار میکشن. آه کمرو، آه. چه اتفاقایی که واسه آدم ها نمیفته؟ چیزایی که تو اخبار میگن یعنی که هنوز هم وجود داره. آره همینطوره. خیلی خوب عشقم، بازم میخوای ازم سوال بپرسی؟ من دیگه سوالی ندارم. پس چرا هنوزم ازم دل خوری؟ آدم وقتی مردی رو که دوست داره با کس دیگه ای میبینه بالاخره یکم دل خور میشه. البته عذر میخوام. پس یعنی تو یکم حسودی؟ آره. خب که چی؟ یعنی بهت اعتماد دارم، اما نمیخوام بگم که گولم زدی. خب وقتی تو رو با اون دیدم اعصابم خرد شد. خیلی خوب، ولی هم الیف هم بقیه میدونن که من چقدر عاشقتم. نیازی نیست به چیزی فکر کنی، باشه؟ اون خواهر آبجی صفیه هم هست. واقعا باهاش بد رفتاری کردیم، خیلی بد شد. راستشونم رفتارش با من خوب نبودا. ماشالله هزار ماشالله حتی یه ذرم به آبجیش نرفته. البته الیف با بقیه فرق میکنه. دیمت، من خونه رو جمع جور میکنم، لباساتم خودم میشورم. تیومان، این مهم نیست که خونه کثیف شده یا لباسمو پوشیده. من خیلی ترسیدم، فکر کردم دزد اومده خونه من. درکت میکنم، اما من هم نتونستم الیفو ببرم هتل. میدونی که اونجا اول شناسنامه رو چک میکنن، یعنی واقعا نمیتونستیم ریز کنیم. اما منو ترسوندی. من زنی هستم که تنها زندگی میکنم. تو یکی رو آوردی اینجا که دنبالشن، اونم بدون هماهنگی با من این کار رو انجام دادی. دیمت، واقعا معذرت میخوام، ولی دلیلشو بهت گفتم. طبقه پایین پلیسا هستن، اونا مراقبن. تازه منم که اینجا. دیگه نگران نباشین. خیلی ممنونم، خیالم راحت شد. دیمت، خیلی اعصابش خورده، میرم از دلش در بیارم. نمیدونم چی کار کنم. ای کاش به تیمان زنگ میزدیم، با اوزان حرف میزد، رازیش میکرد.
حتی با اون دوزدم حرف میزد، موضوع رو یه جوری حلش میکرد. آره، من بابای ناتنیشم، حرف من هیچ ارزشی نداره. حمید جون، تو دیگه چرا مثل مامانم حرف میزنی؟ حق با قنچه است، یه بار زنگ میزدی. آره، عجله کنین، اون الان داره با ایده حرف میزنه. اما بازم شما بهش زنگ بزنین، من که میگم اون نمیاد. حتما از دیشب تا حالا داره از آیده عذرخواهی میکنه. چرا باید به اوزان فکر کنه؟ داداشم هر کاری داشته باشه حتما میاد، مطمئن باشی. زنگ بزن دخترم. داداش چند تا برگه هست که باید امضاش کنی، بعدا میتونی بری. باشه جناب سروان. پسرم آه پسرم، معذرت میخوام، من نمیخواستم اینطوری بشه. تو چیکار کردی داداش؟ ببینم اون تو یاد گرفتی گیتار بزنی یا نه. اصلا وقت نکردم، ولی مهره جزیره یاد گرفتم. وای دیوونه. بیا بغلم، مامانم کمرو رو فرستاد بره. زود باشین، تو خونم میتونی بغلش کنی. جناب سروان منتظر توه، یالا عجله کن. خاله ملاحت جون، خاله ملاحت جون، نترس، تو کابوس دیدی. اوزان بسار، خیلی خواب بدی بود. نترس خاله ملاحت جون، تو فقط کابوس دیدی، من کنارتم. نترس، ببین من اینجا. خیلی کابوس بدی بود، خیلی بد بود. اوزان کوچیک بود، دیدم که یهو سقف افتاد رو سرش، من نتونستم کمکش کنم. نه آروم باش خاله ملاحت، تموم شد، تو فقط یه کابوس دیدی، آروم باش. باشه تموم شد، ما نتونستیم اوزانو نجات بدیم. تیومان بزرگ شده بود، داشت گریه می کرد، قنچه بچه بود، اوزانم کنارش بود، همش سعی می کرد دست منو بگیره، می گفت مامان بزرگ دستمو بگیر، ولی من اصلا نتونستم دستشو بگیرم. گریه نکن. ببین همه چی خوب میشه انشالله، در ضمن تو فقط یه کابوس دیدی. نمیدونم. ببین کمرو، شاید من نتونم دستشو بگیرم، اما تو میتونی دستشو بگیری و کمکش کنی. اگه هیچ کس کنارش نبود، تو تنهاش نذار و ترکش نکن. باشه. خب یکم سر به هوا و گیجه، اما واقعا تو رو از ته قلبش میخواد، خواهش میکنم ترکش نکن. خاله ملاحت جون، یه خبر خیلی خوب برات دارم، اوزان آزاد شده، الانم تو راهه. خدا رو هزار بار شکر.
تیومان واقعا معذرت میخوام، به خاطر من چیا که نکشیدی، خیلی حسیت شدی. چیزه، اینو شستم پوشیدمش، برای اینکه نمیخوام دوباره اون دختره بگه تو لباسمو کثیف کردی. الیف، امروز برو برای خودت چند دست لباس بگیر، باشه؟ اینجوری خیلی بهتره. کارت، شناسنامه، پول نقد، کیف پول، هیچ کدومش نیست. گوشی هم ندارم، جایی هم ندارم که برم. نیازی نیست بترسی، با من کار دارن. آقا ظفر بفرمایید. ممنون. خوش اومدین. خیلی خوب آقا ظفر، ببینین چی میگم. ازتون میخوام بالای در و بالکن خونه یه دوربین مدار بسته بذارین، ولی باید جوری باشه که حداقلش 3 یا 4 تا دوربین باشه تا بشه باهاش همه اطراف خونه رو دید زد. باشه؟ میخوام مجهز به سنسور باشه تا اگه چیزی دیده شد زودتر متوجه بشیم. خیلی خوب، میتونی چند تا دوربین هم جلوی در خروجی نصب کنی؟ خیلی خوب، یه نگاه بهش بندازم. ببین تیومان چقدر به فکرش دیمه. خیلی خوب، اگه بخواین من بالکونو بهتون نشون میدم. بله خیلی خوبه، همینجاست. کمرو، تو داری کجا میری؟ من دارم میرم. کجا؟ میخوام برم مدرسه بوسه. معلمش زنگ زده بود، باید در مورد یه موضوع با هم حرف بزنیم. میشه بگی چه جور موضوعی؟ نمیدونم، باید برم باهاشون حرف بزنم موضوع چیه. خدای من، ببینم مشکلی که پیش نیومده. انشالله که مشکلی نیست. من با خاله ملاحت حرف زدم، اجازه هم گرفتم، بعدن حرف میزنی. سب کن، من زودی میام کمرو، من برات پول میارم، تو با تاکسی برو تا دیرت نشه. رسیدی به هم خبر بده. نه آبچی، لزومی نداره، با اتوبوس میرم، اینجوری راحت ترم. خدا حافظ. کمرو، باید از اوزان فاصله بگیری، فهمیدی؟ دخترم چند بار بهت بگم ازش فاصله بگیر. اجازه نمیدم به پسرم آسیب برسونی. ببین اگه به خاطر تو بلای سر پسرم بیاد، کمرو، از این شهرم میندازمت بیرون. اوزان، من مجبورم برم، برای اینکه حرفی برای گفتن ندارم. راستش من خیلی دوست دارم، ولی خیلی میترسم بهت بگم. منو ببخش، لطفاً منو ببخش. خیلی خوب، دیمه تونا کارشونو شروع میکنن، تا فردا تموم میشه. خیلی خوب، دیگه از لحاظ امنیتی هیچ مشکلی وجود نداره، نگران نباشین، ما همین کارو تو شرکت هم انجام دادیم. خیلی خوب. همش به خاطر منه، من واقعا شما رو تو درد سر انداختم، اگه اینجا نمی اومدم هیچ مشکلی پیش نمی اومد. آره همینطوره. دیمت، ببین من واقعا ازت عذر میخوام، یعنی اومدم خونت، لباساتو تنم کردم، اما بهت قول میدم جبرانش میکنم. حالا منو میبخشی؟ در واقع ما ازت عذر میخواییم، باهات رفتار خوبی نداشتیم. دستت چطوره؟ فعلا بهتره، درد داره ولی خوب میشه. بلا به دور باشه. آره خودشه دختر.
من میگم همتون بیاین خونه من. همین جوریش هم اینجا به هم ریخته است، با هم غذا میخوریم و صحبت میکنیم. نظرتون چیه؟ من نمیخوام مزاحمتون بشم. نه بابا، این چه حرفیه؟ در ضمن دوست تیومان دوست مام هست. نظرت چیه دیمیت؟ اگه غذا باشه منم هستم، یعنی لازم نیست بپرسی. راستش من نمیخوام مزاحمتون بشم، در ضمن سر و وضعم مناسب نیست. بیا بریم، یه دست لباس میدم بپوشی، خیلی گرون قیمت نیست ولی حداقل سرما نمیخوری. خیلی خوب، منم بابت دیروز بازم ازت عذر میخوام. عشقم اصلا فکرشم نمیکردم کار به اینجاها بکشه. پس بهتره که قبل از همه چیز یه بار مفصل با هم صحبت کنیم، باشه؟ دیگه نمیخوام بی خبر از من کاری بکنی. واقعا جالبه آیدا خانم، میدونی اولین باریه که شما رو انقدر جدی میبینم. این هنوز اولشه. اگه ببینم بزن دیگه این چشم دوختی، اون موقعی من میدونم و تو. واقعا داری جدی میگی؟ خواهی دید تیومان. واقعا؟ اوه عزیز دلم، پسرم عزیزم، جونم، خدا رو شکر که برگشتی خونه. خدا رو هزار بار شکر. نزدیک بود از بازداشتگاه مستقیم ببننش تا زندونی بشه. به سختی نجاتش دادم. خدا حفظش کرده. چی داری میگی؟ من اونجا بودم، میخواست اونو بکشه. اگه من نبودم الان کار دست خودش میداد. اوه من میگم دست درد نکنه، شیر به سر خودمی. هیچ وقت نباید به دوست جماعت رحم کنی. کیف کمرو رو دزدیده و فرار کرده این یعنی چی پسرم؟ راستی گفتی کمرو اون کجاست؟ چرا نیومد دیدنم؟ رفت مدرسه یابجیش. بگذاریم، من میرم لباسامو عوض کنم و زودی برمیگردم، باشه؟ باشه برو. کمرو چرا رفت؟ اونم تو این اوضاع. به تو چه؟ اجازه دادم یه سر بره پیش یابجیش، باید از تو اجازه بگیره. حمید جون تو خیلی خسته شدی، بیا برو استراحت کن. آه من میرم. بیا مامان بزرگ جون، بیا بیا بریم. بیا به میگه کمرو چرا رفت. کامرو؟ یشار؟ تو ترسیدی؟ معذرت میخوام، ترسوندمه؟ چطوری؟ خوبم. چرا جواب نمیده؟ من دارم میرم خونه. خب با هم میریم. لازم نیست یاشار، میبینی که خودم دارم میرم. Thank you.
کمرو کجایی؟ چرا داری ازم فرار میکنی؟ چرا جواب سوالم رو ندادی؟ دوست دخترم میشی کمرو؟ نمیتونم اوزان، نمیتونم، اونا اجازه نمیدن. بهم میاد؟ خیلی بهت میاد. من یه دست لباس دیگه هم دارم، اگه میخوای اونم امتحان کن. خیلی ممنونم، همین لباس کافیه، تازه خیلی هم خوشگله. حداقل مثل لباس من از مد نیفتاده. واقعا عذر میخوام دیمت، نمیخواستم اون حرفو بزنم، یهو از دهنم پرید. نه خب راستش، بعد تو دیدم واقعا لباسام از مد افتادن. پس وقتشه لباس این نو بپوشیم. نه اول بذار بدهیامو بدم، بعد اونو حلش میکنیم، نگران نباش. بیا زود باش. تیومان، این بهم میاد؟ آره بهت میاد. خب دست چطوره ببینم؟ بهتره، رو شکم یخ گذاشتم دیگه نمیسوزه. خوبه. محمدم اینجاست؟ آره متاسفانه همینجاست، تو شرکت با همیم. فهمیدم. وای اگه دستم درد نمی کرد منم کمک می کردم. بگیر بشین استراحت کن، تو مهمونی. عشقم؟ جانم؟ آه تو به آبجی صفیه گفتی الیف اینجاست؟ ها نه بهش نگفتم، ولی الان زنگ میزنم. تیومان میشه یه دقیقه صبر کنی؟ آبجی صفیه؟ تیومان؟ به هم مژدگونی میدی؟ خب بگو چی شده؟ تا منم بهت مژدگونی بده. حدس بزن کی الان کنارم نشسته. الیف. الیف کنارمه. الیف؟ الیف برگشته؟ کار میکنی؟ ببین ممکنه یکی مار ببینه، خیلی بده به خودم. کمرو چرا خدا نرو؟ از وقتی که از بازداشتگاه اومدم بیرون فقط میخواستم تو رو ببینم، ولی تو نبودی. جواب سوالمو بده، منم زودی میرم. دوست دخترم میشی؟ فقط بگو آره یا نه. اوزان ببین من فقط یه لحظه، فقط یه کلمه میخوام، آره یا نه کمرو؟ نه اوزان، نه. Thank you.
یادم میاد سالها پیش بود، خیلی کوچیک بودم. رفته بودیم یه ترمینال خیلی بزرگ. میگفتم اینجا از روستامونم بزرگتره. بابامم خیلی خندید. خب آبجی صفیه چی؟ اون با شما نیومد؟ اون قبل ما اومده بود، پیش عمو حمید و داشت کار میکرد. بابا منو سپرد به آبجی صفیه و رفت. یعنی چی که رفت؟ کجا رفت؟ برگشت روستامون. سالها بود که بابا ما ندیده بودم. وقتی 18 ساله بودم اومد و منو با خودش برد. بعدش از آن کارا رفتم. چند سالی که اینجا بودم تیومانم با هم بود. خب این همه سال چرا کسی نیومد دیدنت؟ یعنی تو خونه تیومان اینا بزرگ شدی؟ تا حالا اسمتو نشنیدم. با این همه مشغله کاری نتونستم زنگ بزنم، چون محل زندگیم دور بود نتونستم بیام. جالبه، تو 18 سالگی خونه تیومان اینا زندگی میکردی؟ یعنی چی شد که یهو بعدش بابات اومد و تو رو با خودش برد؟ خب راستش داستانش مفصله. من باز میکنم. تو خونه یه تیومان بزرگ شدی، بعد پا شدی رفتی، دیگه هم هیچ وقت بر نگشتی. وقتی آدم اینجوری یه هایی بذاره و بره، اونم بدون خداحافظی، واقعا جالبه. در واقع الیف، آبجی، نمیخوای به هم بگی خوش اومدی؟ خوش اومدی؟ آبجی صفیه، تا غذا نخوردی نمیذارم بری، پس بیا با ما غذا بخور عزیزم. غذا آماده است. باشه، اما اول بذار دستامو بشورم. الیف، دستشویی رو به هم نشون میدی؟ خیلی خوب، غذا تو بخور تیمان. تو اینجا چی کار میکنی ها؟ آبجی میشه یکم آروم باشی؟ بعدن توضیح میدم. همین الان از اینجا میری. قبل اینکه کسی از گذشتت با خبر بشه باید فورا از اینجا بری. الیف، آبجی یکم آروم باش، تو داری تهدیدم میکنی؟ ببین، همونطور که اومدی همونطوری هم میری. الیف، دیگه اجازه نمیدم برای کسی درد سر درست کنی. آبجی خفه شو، به نفعت زود از اینجا بری. الیف، اگه آیدا از کارات با خبر بشه پرتت میکنه بیرون. ولم کن.